به نام خدا. موضوع این ویدیو بحث برکت های سرامیکی هستش، روشی که در اون به جای برکت های فلزی از برکت های یا نگین های سرامیکی استفاده میشه و اون نگرانی رو که بسیار از بیماران نسبت به دیده شدن دستگاه های ارتودنسی فلزی دارند کاهش میده. در این روش گاهن حتی به زعم خود بیماران تا یکی دو سالی که درمان داره صورت میگیره، نزدیکان اونها که در محل کارشون مثلا هستن متوجه دیده شدن این دستگاه ها نشدن. بنابراین به لحاظ زیبایی خصوصا در نسل جدید اونها میشه گفت پیشرفت های چشمگیری صورت گرفته، ولیکن یک سری معایبی هم داره که لازم هست اینجا خدمت شما عنوان بکنم. در درجه اول هزینه بیشتر این روش ها هست نسبت به روش ارتودنسی با برکت فلزی، به دلیل اینکه جنس نگین های برکت های این سیستم سرامیکی هستش و هزینه بیشتری داره. نکته دوم بحث طول درمان ارتودنسی هست با برکت های سرامیکی. ارتودنتیستی که با برکت سرامیکی درمان خودش رو انجام میده یک سری محدودیت های بیشتری در پیاده کردن خواسته های خودش روی دندون های بیمار داره که کار رو یه مقدار مشکل تر میکنه، ولی همچنان شدنیست با یه مقدار طول درمان بیشتر، مثلا شاید در حد چند ماه. بنابراین بیماری که قصد انجام درمان ارتودنسی برکت سرامیکی رو دارد باید این افزایش طول دوره رو قدری بپذیره و البته بالاخره برکت های سرامیکی نسبت به برکت های فلزی شکننده تر هستند و لازم هست که بیمار در نگهداری اونها بیشتر کوشا باشه و نسبت به غذایی که بخوره یا هر گونه مراقبتی که برای برکت ها انجام میده حساسیت بیشتری در ارتودنسی و برکت های سرامیکی نشون بده. از توجهتون بسیار سپاسگزارم.